تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هر آیه رو چند دقیقه روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگیم. از اول قرآن که شروع کردیم رسیدیم به جزء هفتم سوره مائده و الان آیه 69. با هم بشنویم. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون. وقتی آیه قبل نازل شد که شما وقتی میبینید افرادی به قصد تمسخر و تحقیر در آیات ما خوض میکنن و کندوکاو میکنن و گفتگو میکنن، حسن نیت ندارن، به قصد نیش زدن تحقیر کردن دارن ور میرن به آیات ما، حق نداری بشینی، حق نداری ساکت بشی، تذکر زبونی هم کافی نی، باید عملا اعراض کنی، غیرت دینی داشته باشی، پاشو بدی. اگر هم یادت رفت نشستی تا متذکر شدی یا خودت متذکر شدی یا کسی به تو تذکر داد، فوری پاشو برو تا موضوع بحث عوض بشه. این آیه که نازل شد گفتن فقط ما مسجد حرام هم نبود داریم، چون تو مسجد حرام هم آیات الهی مسخره میشه، پیغمبر رو دست میندازن، آیات قرآن دست میندازن، پس ما مسجد حرام هم نداریم. آیه نازل شد نه، آیه 69 میگه و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. کسانی که یتقون تقوا دارن، پروا دارن، پروا پیشی کردن، اینها دیگه به گناه ستمگران بازخواست نخواهم شد. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، یعنی حساب ستمگران به اینا نیست، اینا اهل تقوا، ولیکن ذکر لعلهم، ولی باید اونها رو پند دهن تا شاید پرهیزگار شوند. یعنی شما لازم نیست که حالا خلاصه مسجد حرام نمیشه رها کرد به خاطر که اونجا چهار تا چرت و پرت میگن. شرکت در جلسه اهل گناه به قصد نهی از منکر و ارشاد مانعی نداره. اینو در جلسه قبلم در آیه قبلم گفتیم. خلاصه این آیه میخواد بگه رعایت اهم و مهم مهمه. ممکنه گاهی وقتا انسان مثلا فرض کنید به قصد جواب دادن یه کتابی رو بخونه، به قصد این که حرفا رو بشنوه و رد کنه، اگر به قصد رد بود، البته هر کسی هم نمیتونه کار بکنه، آدم دانشمند و کارشناس باید باشه که قدرت رد کردن داشته باشه. اگر شما قدرت رد کردن داری اشکال نداره حرفا رو بشنوی که رد کنی، چون تو یه آقا تقوا داره و وقتی هم میشینه تحت تاثیر قرار نمیگیره. اگر تحت تاثیر قرار نمیگیری و تقوا داری، او حسابش جداست. ولیکن ذکر اینها تقوا دارن، اینها حسابشون جداست، این بره تذکره تا اینها یعنی این میره تا دیگران را به تقوا وادار کنه. میگه اینا یه مش گول خوردن، دارن آیت خدا رو مسخره میکنن، من برم تو جلسه شو بشینم حرفاشون گوش بدم رد کنم، بلکه اینهام لعلهم یتقون، بلکه اینهام دست از حرفاشون بردارن، اینهام تقوا داشته باشن. خلاصه آیه میخواد بگه متقینی که احتمال میدن، مثلا فامیل فاسدن، با این فامیل فاسد بریم رفت آمد بکنیم یا نه؟ میگه اگر این رفت آمد شما باعث میشه که اینها یتقون باشن، ذکرا باشن، اگر نامتذکر میشن، اینها هم میتونی با بیان و استدلال و رفتارت اینها را هم تذکر بدی، به تقوا دعوت کنی، برو. این که میگم تو جلسه پاشو برو، برای که تو تحت تاثیر قرار نمیگیره. مثل ماشین آتش نشانی، جایی که آتش گرفت به مردم عادی میگیم فرار کن، اما یه گروه ویژه که با ماشین آپاش اومدن، لباس ضد آتش پوشیدن، اینها که برن اونجا آتش خاموش کنن، اینا باید برن. فامیلت بده، همسایت بده، دوستانت بده. اگر تو بیمه هستی یا تقون هستی، یعنی اگر کف بده تو تیغا را برو، که تیغا بفتی تو پاد، اگر پابرهنه هستی حق نداره بره. اگر لباس ضد گلوله پوشیدی برو، اگر نپوشیدی نرو. اگر لباس ضد آتش پوشیدی برو آتش خاموش کن. آیه قبل فرمود اگر در یه جلسه ای دری وری میگن آیات خدا رو مسخره میکنن، پاشو برو. این آیه میگه اما اگر شما تقوا داری و میتونی نفوذ کنی، حرفای اونها رو جواب بدی، دل اونها رو نرم کنی، اونها رو به سمت تقوا دعوت کنی، او حسابش جداست. و ما علی الذین یتقون،
من حساب هم من شاید. کسانی که اهل تقوا هستن حساب او ظالمین بر اینا نیست، ولیکن ذکر لعلهم یتقون، باید به با آنها پند دهن تا شاید پریسکار بشوند. خب شاید هم معناشی بشه که گوش دادن اشکال نداره، یعنی بریم بریم گوش بدیم، اما اگر چیز به گوشمون رسید چون او دیگه دست من نیست، او حسابش جداست. ولی تو ذهن من به معنا این میاد که آیه قبل فهمون جلساتی که دش یا بگویی میشن پاشو برو، اما یا یه میخواد بگه آدمای کارشناسی که خودشون تقوا دارن یک میتونن تذکر بدن، دو احتمال میدن که رفتنشون و تذکر دادنشون و استدلالایی که در اون جلسه میکنن مسیر چج اونها رو هم صاف میکنه، اینا وارد اون جلسه بشن که بحث کنن و مسیر اون رو عوض کنن. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلهم یتقون. خب این آیه 69 هم تا اینجا تمام. بریم سراغ آیه 70 از سوره انعام. تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.